خب قبل من بردر گوش من گفتش که شما برو بیرون، من روم نمیشه که رو شما بیست هم شاگرده بودن گوش ما اگره نمیدونم گفت من پاش نرفتم بیرون که این صحبت روش نمیشه. خوش بزن خب من بودم چیز ندارم. خب با هم مثلا همشاگردی بودن مدتی، اینم ندیده بود چند به یه دیده با هم موقعی نصیز منبری هم هست. گفت نه جدی میگفت شخی نکر. گفت نمیتونه های شما اینجا نشستی. حالا گفت پاشدم رفتم. حالا که من حالا پیغمبر اکرم رو من انفسکم 40 سال تو کوچه خیابونا با هم را می‌رفتن. اینا خب پیغمبر ادعا پیغمبری نمی‌کرد، حالا در واقع پیغمبر بود سر جاش، اما می‌شه همه اخلاق و رفتار و چه اصلا پیغمبر چیز برجسته‌ای بودنی. شما اگر صبح تو شب تو مکه ما می‌شدی هر کی بیاد بره رد بشه. پیغمبر با همه فرق داشت، ظاهرا و باطنش هیکل از همه درشت‌تر بود. هرستری فرمودن من در کل عرب شانهایی به پهنی شانه محمد ندیدم. قدم بلند بود و تمام آثار شجاعت رو تو بدنم بود، بدن خیلی قوی. حالا اون زیبایی و چه و فلان خیلی خود این هم حالا هرکس باشه یه همچه کسی مثلا دیدنیست قیافش. اون وقتم ایشون تمام کارهای پیغمبری خودشو که بعداً دین قرآن بهش نازل شد و دین تا آخر درسته نگفته بود با کسی کار نداشت ولی انجام میداد. تمام مسلمانی رو انجام میداد قبل از سر. به همه حدیقه اضافه کنید، هم خوش اخلاقی هم برخورد خوب هم به نام حرم نگاه نکردن، دروغ نگفتن، خب تمام عیار انجام میداد. مطابق خب الان بنا بود 40 سالگی تبلیغ رو شروع کنه. یک کسی توی جلسه از من پرسید که پیغمبر قبل از اینکه مبعوث بشه تو چه دینی بود؟ سوال دیگه. گفتم خود من که اینجا نشستم اگه خدا با من تماس بگیره وحی کنه حرف بزنه باید در نحوی حالا چجوری پیغمبر رو من دیگه نگوش به حرف علی میکنم نه محمد نه هیچ کس، چون جسارت هم هست. اینا پیام آورند، اینا پیغام آوردن. مثلا این کسی فرض کنند از آی 20 برای من پیغام آورده، خب گوش بر خودش اینجا نشسته که بعد از اون بپرسم شد که میگه خودش در هم زد. خود خدا بگه که اصلا بیاده 20 مثلا به خدا بگو ما تو چی میگویم؟ میگه خودم هستم بگو. گفتم خداوند از همون اول دائما در ارتباط بود با پیغمبر، هم تو رحم مادر حتی بود، حتی قبلش اینا نورشون بود. یک لحظه این ارتباط بین خدا و 14 معصوم تو دنیا آخرت قطع نمیشه. یه تلفن همیشه آنلاین میگن شما همیشه بازه، دائما کسب تکلیف میکنن و خدا هم تکلیف رو میگه بهشون. در این ارتباط آیه اومده در قرآن و ما یشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. اصلا چیزی اینا نمیخوان بعد از اینکه خدا میخواد میخوان. مثل کسی که چشمش تو صورت نفر باشه هرچی اون میخواد این بخواد، از خودش هیچ هرچی اون بخواد. ما یشاؤون این چهارده معصوم الا ان یشاء الله. منتها این ارتباط ما نداریم که بدونیم الان خدا چی میخواد، اون نداریم ما، اون رو میدارم. خدا خواستشون رو بهشون بیان بکن. پیغمبر فرمود من مخصوص وحیم، یعنی به طرق وحی چیزهای خدا به من میرسه، و علی مخصوص الهامه. علی که میگه یعنی غیر از من هم تمام 13 معصوم بعدی. الهام یعنی دائما از قلب داره تماس داره با خدا. الهام خب یه همچی ارتباط، خب انسان همیشه فرمان میگیره. اینایی که دائما با خدا تماس الهام تماس دارن خب علم هم دارن، مثل من شما علمایی که خدا بهشون داده، عقلم که دارن، عقل کام، اما هیچ وقت اون علم و عقل فرمان نمیگیرن با بودن خدا، چون اون التماس تماس رو میشه گرفت. دائما میشه به کس خدا بپرس چه کنم، خدا میگه هر لحظه میشه اینطور. جناب یونس نبی یه لحظه از خدا نپرسید، اونم خیلی شدید عصبانی و ناراحت بود از شرایط موجود. وقتی دید قومش عذاب نیومده براشون و طرف گفت دارن دنبالش میگردن، فکر میکرد که قبلا تهدید کرده بودن که اگه عذاب دروغ باشه تیکه تیکه میکنیم، عذاب نیومده میگردن بکشندش. اینجوری فکر کرد که یه لحظه
ناراحت شد که خدای خودت گفتی نفرین کن، خودت گفتی خبر بدم. خب مثلا به من میگفتی عذاب نمی کنم، حالا من سنگر وقت شدم، من الان میکشندم، من راست گفتم ولی اینا به دلیل دروغ میخوان تیگه بارم کنم، فرار کرد. اگه همین لحظه هم میتونست خودشو کنترل کنه، این خشمشو، این عصبانیت و هرچی، میگفت به خدا چه کنم، من خدا بشه میکنم، میگفت نه دنبالت نمیگردم بکشند، دنبالت میگردن دست با تماس کنن، ایمان بیارن و فرار نمیگرد. بله اینم میگن که یه وقت بچه خیلی میگن بابای دنبالش بزنه دهشون فهم کنه، با وقتی که دنبالشه که مثلا چیزی بهش بده. این جعفر ما رفته بود مشهد، بلیت گیرش نهیم بره که امشب برسونه خودش. این چیز خوشمزه است براتون میگم. این یه دفعه این حسین ما بزرگتر از اینه، ما تو اون خونه بودیم، بچه بودن هر دو، بس که حسین خود خون زورش میرسید به این دعواش رو زده بودش. این دیگه خواه آمده اومد بالا، پله ها دو طبقه بود، کاره حسین منو زده و چه که چه صدا کنم حسین رو بزنمش. بعد گفت به من گفت بگم حسین بیاد. من تو دلم گفتم که مثلا بگو بیاد، بابا میخواد بزنه چجوری میخواد منتقل کنه، گفتم بیا. خب آمد تو راه پله، خیلی با صدای ملایم نرم گفت حسین بیا، بابا میخواد پولت بده. خیلی خوش نزده بودم اون بچگی ها، خیلی با صدای ملایم، نه صدای هستین مهربانی مثلا که باور کنه. اول من چیز کرد که زده اون که مثلا بیاد بزنش، بگم بیاد، خب تو بگو بیاد، همه چی میخواد بره بیاد، دیدم بزن اون هر پیشه ایست بچه بود ها اومد تو را پلو حسین خیلی شمشین با میره بیا مالا بابا میخواد پولت بیاده. حالا اونم که حالا وقتتون گرفته بینم خوشمزه است، یه نوشابه خریده بودیم بخورن حسین و هم جعفر دوتایی، گفتیم بابا یه خود تو بخور تو. حالا گفتم حالا حسین اول بخوره مثلا دستشو تو بخور. این حسین نشابه اینجا بودن دم دهن نشسته بود، این میپرید بالا میگفت همش خورد بابا، این هم دم دهن نرد همش خورد. بچه خب بریم سراب بس به سلامات برفست سلامات برفست سلامات برفست سلامات برفست. تعجب کردم این چجوری میخواد بره بگه بیاد من بزنم به شاقه بچه رو بگه بیاد ما بزنم بزن. حسین خیلی که ما میاره اون. خب خدا انشالله آقا بر تمامانو به خیر برگردیم. ببینید رسول خدا رو دائما باش معنوس بودن، افراد تمام دین شو هم کاملی ما خودش هم عمل کنه دیگه. ببینید نمایش خارجی چقدر بزرگه برای مردمانی که انقدر جاهل بودن، چرا این راست میگه مثلا با صفاست بدم زن مردم نگاه نمیکنه، حرف زدنش کار شب خیلی فرق میکنه. خب یه چیزی بله این دید من انفس کنم میشناختن کاملا. یه آقای داشتیم مرحوم شد خدا رحمتش کنه، زحمت هم میکشید، حالا این مال اقلید بودن اقلید دپار، به من بگفتش که آن خاتم یه نفر تو اقلید هست من ترس گرفتادم. من چی شده که این اینقدر آدم خوبیه، اینقدر آدم خوبه، سال ها بزن ده بیس سال، من تو دلم میگم این اگه ادعا پیغمبری کنه من حتما ایمان میارم و خوب وقت بیدیم میشم. خوب پیغمبرم اینقدر آدم خوبی زیدم تونم بگم دروغ بگه، چون اصلا منتظر نه انتظار ندارم دروغ بگه، اینقدر آدم خوبی. یادم گفتم گفت چکار کنم اگه ادعا پیغمبری کنه، من از جهنم میشم رو قبول کنم. آخه پیغمبری که اینقدر خوبی ها دیدن ازش، اصلا امکان این که دروغ و خطا ازش نبوده. ببینید اینا مقدمه رو چجوری درست میکنه خدا، دیگه ما کسی شهر شرارت و شقاوت. لقد جاءکم رسول من انفسکم، از خودتون. خب حالا این مال داستانش صفاتی که این پیغمبر داره، عزیزون علیه ما انتم. یه شخص گفتش که یکی از ائمه ظاهرم بوده، حالا مثلا استلی بوده یا هرکو، پرسرشون نماز خوندم یه مقدار را رو بایشون میرفت، گفت دیشب من دلم خیلی درد میکرد، همین شخص سوال داره صحبت میکنه و شب نخوابیده بود ولی خود صبح رفتم نمازه، گفت دیدم آقا همچین خوشحال نیستن،
خب شما چیزی هم خوابم نبرد، یعنی امام معصوم من تو خونم مریضم، اونم داره قصه میخوره. آخه یه همچه خبرهایی هست. ببینید عزیزون علیه ما انتم، اونی که به شما سخت، من ترجمه زیرشو میخونم، رنجهای شما بر او سخت است، اطلاع داره از رنج. این بی خودی مقام و اینا به کسی نمیدن، ده های دو تا چای کسی بخوره بگم مقام مقام را راستاسی سرپرستم. شما یه نفر آوردی بچه تو بزرگ کنه تربیت کنه، ببینه شب و روز مواظبه، قصه میخوره، دنبالشه، به اینجور موز بهشون میدن، خبر دارن از همه چیز ما رو دارن میبینن. امام عزش هم طورن، تو نراحت، اون هم نراحت، هم مثل جدش دیگه نامه و و. خیلی کار بزرگه، بی خود این همه مقام و منزلت نیست. گرفتاری های ما برایشون سخت، عزیزان علیه، یعنی سخت است برای اون که شما برایشون سخته. حالا همین کرونا ها اومده، آقا هم دارن با اینکه اون عالم هم اینا هر اینجا هستشون خبر دارن. یه روز پیغمبر رو منبر فرمودن که من زنده بودنم برای شما خوب بودش، من خوب پیغمبر بودم، مرگم هم برای شما خوبه. اینا که پا منبر بودن با چی کردن تو دل؟ آخه چرا مرگشون خوب بود؟ یا شور سرسداشون در اومد، گفتن آقا مرگ شما برای ما چه خوبی داره، فاجعه است، نه فقدانه چیه. فرمود قرآن نخوندید؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هم تو سوره توبه است. حواسشون نبود به این آیه، خدا به همه میگه اعملوا بکنید. یه دو برق من زدم صفحه 233، دو تا برق برگشتم صفحه 233 از آخر خط 4 خط بیاد بالا. اعملوا بکنید، هر کاری میخواد بکنید، هم خدا عملتون رو میبینه، هم رسول میبینه، هم مؤمنه. ترجمه زیرشو میخونم، بگو عمل کنید، خداوند و فرستاده او یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مقبول و مؤمنان اعمال شما را میبینه. من از شما میپرسم که اینجا نشستید، حالا معمولا حالا هر کی بگو، مثلا حالا زن آدم دیگه، خب زن اسم بزن شوهر با کن، شما الان زنتون کجاست؟ نه کجایی مثلا تهران خونه اون، نه الان چیکار میکنه؟ نشسته قابیده کن، حالا نمیبینیم ما، حالا نمیبینیم. آیه میگه مؤمنین میبینن عمل شما رو، پس من جزء مؤمنین نیستم، نیستم دیگه، نمیبینم دیگه. حالا زنم که هیچ کس نمیبینه، حالا اون میبینه، اینا فهم میکنه، میبینه اعمال رو میبینه. این بنده خدا مال نیشابور بود، وضع مالیش خوب بود و خودم خیلی متدین و اینا و علاقه مندی و اینا، میرفت هر سال حج، حج که یه بار واجبه ولی میرفت، سخت بود اون وقت سفرها، سفرها سخت بود، طول میکشید و میرفتنده و علاقه مندی که برای حج بیاد امام معصوم ببینه و بیاد، زمان امام ششم بودش، و وقت یه سوقاتی میبرد، حالا مثل وضع مالی خوبی داشت، حالا اونا که میشد حمل کنن با شطور و اینا قابل توجه میرود، بالاخره چیزی سوقاتی داشتن. شب سوقاتی ها رو میبستند که مثلا فرد پس فرد ما حرکت کنند. آخه رفیق شده بود با خونه ما شاشان با کارمندا با آقازاده ی آقا اینا، اونم مثل اینو برای اون ببریم، اونو برای اون ببریم. خود زن ها که حرف بزن، زن خوب میبره، زن یه چیزی میگه، این آقای دکتر زینر زده گفت رفتم سبزی بخرم، داد سبزی نمیبریم، به سبزی فروش گفتم با یه سبزی بده این خانم ما چیزی نگه نگه، گفت آهای دکتر زن مگه میشه حرف نزنه، بلاخه یه چیزی میگه، ولی خوبم باشه میگه خوبه، خوب یه چیزی میگه ساکت که نمیشه یا بده یا هرچی، زن یه چیزی میگه دیگه. یا او گفتش که این امام تو خوب نیست، سوقاتی هم او بده بیاری مثلا برمیگردی، گفت مام ترش کردیم و عصبانی و که مگه امام من معتاد به این سوقاتی استازه منت میگذاره قبول میکنه و مگه من برای عوض میبرم و خلصه و اوضاع به هم ریخت. گفت بابا دیگه زنه هیچی نگفت، ما خود نظری نه. گفت وقتی رسید مدینه اینا خدمت آقا و دادم سوقاتی ها رو، گفت من تو خونه که میرفتم مدینه خدمتیشون کارمند و اینا فرامون بود هر کاری، من التماس میکردم که من کار بکنم تو خونه، مثل این چند روز که خدمت شد.
اون وقتا تو سفرها که میرفتن مکه مدینه زیاد میموندن، به عجله های ما بر نمیگشتن، خواهی همه که همیشه گیرشون نمیامد هر سال برن، یه بار میرفتن یا اومده 20 روز مکه میموند 20 روز مدینه میموند. اصلا پدر من، حتی من 25 سالم بود، پدرم حسین بود و مرحوم شد، مشهد با الاغ و اینا رفته بود بدون ماشین، گفت میرفتیم دو ماه سه ماه مشهد میمونده، بعد میبخواد آدمی که این همه را رفته که نمیره دو روز بمونه، بعد برمیش. یه دفعه می پیش آمده شده بوده جدی، میخواسته مشهد بمونه و دیگه اونجا کار کنه و باشه و اینا، مادرش خیلی مایل بوده برگرد. حالا برگردیم، ما این چند روز که خدمت های امام التماس هنده نمیخواه، حالا خب طبق این تا قضا تموم شد دویدم، اون وقتا دست و سر سفره عادت بود، میره آفتابه کوچیکی می آوردن یه چیزی هم زیرش، هر کس دستشون می شود با دست قضا می خودم. بعد اولم بود خوش بود، من دویدم به ظرف آوردم آب، اول نرفتم سراغ مام شیشم که دستشون بشود. حالا آقا دستشون رو شستن، من بلند سه بار آب می ریختم، بار اول آقا فرمودن چیه تو این ظرف آبا که ریخته؟ گفتم آقا من دست شما شستم آبایست که ریخته. فرمود نه، این زبرجد سبزه، قاهر خیلی قیمه. گفتم ای همش همونجور شد که آقا فرمود، آبا هم همونجور شد. خب ادامه دادم بار دوم چیه؟ گفتم خب آقا زیرش زبرجد سبز، روش همه آباست. فرمود نه، روش همه چیز خیلی قیمتی، یه ها روش هم توش. بار سوم هم چیه؟ باز یه جواهر خیلی زیادی، مثل الماس چیچی، جواهرهای خیلی گرون قیمه. گفت بس صدا زدن غلام ها، غلام ها یه کیسه بیارید، آقا ریختن تو اون کیسه. فرمود و عیال دو اینم سوغاتی امام من. آو ما تو شب یک و دو من شب تو خونه من و زنم یه خوردم بحثش میشده بود، مگه امام من اعمالو میبینن شب روز میبینن، بگم حالا اینجوریه، حالا خود خدا که از همه مهمتر که داره میبینه، اما خب همچین نه بپا داریم ما، یکی هم میگه اینقدر بپا آدم داره، حالا خدا رحمه میکنه انشالله. ببینید اینجوریست، خب یه همچین رسولی میبینه اعمال ما رو، امام زمان هم همینطوره. خب امام زمان خدا خواست این عمر طولانی باشه تا بیاتون 12 تا بعد باشم بیاد اسلام رو کارش دیگه باید زنده بمونه. زمان شیخ مفید، شیخ مفید خیلی عظیم و شأن تو علمای ما، خیلی آی خمینی داشت از دنیا میرفت، یعنی قبل که زنده بود به حوزه علمی قم فرمود راجع به شخصیت شیخ مفید تحقیق کنید بنویسید، میشه تو کتاب ها گشت و اینا که بلدن. شروع به تحقیق کردن، آقا تا زنده بود تحقیقات تمام نشده بود، آقا از دنیا رفتند و در تمام شدش 22 جلد کتاب نوشته شد. چقدر بی خبریم از این علمای بزرگم. حالا چون خیلی جالبه مسائل، وقت دیدم این مقادیرش رو فیلم هم کردن، فیلم درست کرده و خیلی تاریخی هم زمانی بود و کیا بودند و چه، من بعد مفصل بگم چی شد، چون این شمالی ها سر کار بودن چیزا، اون خیلی شیعه رو تقویت میکرد، اوضاعی بوده، اوضاع تاریخی خاص. بعد آقای خامنه‌ای فرمود به حوزه حالا راجع به شخصیت مقدس اردبیلی بنویسید. اینا تاریک برا اهل علمم که ببینن چه خبر بوده، چه شاگردهایی، چه فعالیتی، چه درسی، چه چیزی اینا. آخه اطلاعات نه اسمی هم، شالا اسمم مردم نمیدونه. این شیخ مفید خیلی معتبر بزرگ بوده، یه حاکم سنی بوده، اینقدر این دانشمند ها تو چشم بودند و بزرگ بودند و حرف ها میرفتیه. یه حاکمه یه وقتی حکومت سنگری دست همی بود، حاکم اون همه کاره بود. یه دفعه به شیخ مفید گفت، اون آخوندشون هم سنگری بوده، گفت یه دفعه شما دوتایی با هم بحث کنید راجع به حقانیت شیعه و سنی، من گوش کنم ببینم چی میگوید شما. خب اون ناچار بود بحث کنه چون اون حاکم بود و زور دیگه. شیخ مفید هم خوب بود، این بحث کرد، اون بحث کرد، این بحث کرد، اون بحث کرد، بحث ها کم آورد سنیه و
حاکم گفت نه این حق با ایناست، دین همون علی ابن ابی طالب باید میبده سر کار معایمه و این باطل اینا فهمید دیگه، تو بحث رو فهمید. کاری نداشته باشید که چند روز بعد از داخل دربار همون سکسونی های موجود مسموم کردن کشتندش، شیعه شد. اینا نمیخواد، نه که من نمیدونن، نه دین رو نمیخوان، دو برای کشتن که من گمراه شده که بعد که حکومت یه سوالی از شیخ مفید کرد وقتی شیعه شد، گفت من قبول کردم اینا رو، ولی خود شما همش 12 تا امام دارید، 12 تا که کمه. بله آخه از سنی میگه هر که سر کار میاد اولو الامره، نتیجتاً اولو الامر از ابو بکر شروع شده تا حالا 2000 تا شده، تن وقت بارد میاد دیگه. حالا اونجور ذهنشونه که خود من که زنده ها رو میگن اولو الامر میتونه زنده شد، که شما 12 تا که مثلا عمر از اون تمامه. فرمود اگه مشکل شما اینه که عمر تمام میشه و نمیشه، اونو خدا حل میکنه، عمر طولانی میده و حل. بعد یه مطلبی گفت اون حالا اون به درد ما ها میخوره. فرمود چیزهایی که به دین انسان ربط داره، به اعمال ربط داره، خدا در اعداد زیاد قرار نمیده، اعداد زیاد از ضابطه خارج میشه. همین 12 تا امامه که ما قبول داریم که بعضی اسماش نمیتونن بشمارن. حالا تو بیم حضر امامی هم به اون دوتا روایت بخون، من سراغ ندارم، ولی که ممکنه باشند، ولی من سراغ ندارم به بزرگترین دانشمند ما، ممکنه ها من ندارم، هر کی بخواد باشه بگه برون ببر، از هر امامی 10 تا روایت بگو با. از هر امامی 10 تا که بدونه تو حافظش باشه. با اینکه 12 تا ولی خب بالاخره وقت میبره دیگه. وای به اینکه حالا مثلا 2000 تا امام بشه، اصلا اسمش هم دیگه نمیتونیم یاد بگیریم، دین و مقبد عمل. فرمود ببین شما یه سری احکام شرعتون با ماها سر و کار داره، ماه مثلا ما رمضون بعد روزه گرفت، ماه ذیحج بعد حج، ولی 12 تا هست دوباره بر میگرده. این 12 تا دیگه یه سری کارامون با هفته کار داره، مثل قصد شب جمعه مثلا بلن نماز جمعه، هفته 7 روزه دوباره برمیگرده، اعداد زیادی نیست. نقبای بنی اسرائیل تو قرآن 12 تا بودن، 12 نقیبا مثلا، چه اعداد اونجور زیاد است، 12 تا قرار داده خدا، اون آخری رو خود. آخه داستان اینه که بنا بود پیغمبر دین رو به همه جهان ببره، بنا بود اصلا داست روز کارش بود، خدا و دین الحق. حالا من سوره صف رو میارم، سه جای البته صف هم نیکشم، بله 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 توبه هم هست، چیز هم هست، سوره فتح هم هست. این سوره صف که نزدیک سوره جمعه هست، 60 این هست، خوب آوردم من سوره تلفون. این فبینید هولدی ارسل رسولین، صفحه 551 که این آیه تو 552 آره بارکن آخر زده نو، هولدی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره. من اینجا ترجمه کنم براتون، خدا کسیست که این رسولشو به هدایت و دین حق فرستاده تا پیروز کند او را، او را یعنی های محمد، های محمد که پدرش عبدالله است، نه که تا پیروزش کنه علی الدین کله. خب نشد که پیغمبر از دنیا رفت، این همه عهد و الان هم 1400 یهودی داریم تو دنیا، مجوسی داریم، کافر داریم، الان 7 میلیارد بشر زمین حدود 1.4 میلیارد اینا مسلمان هم، بقیه همه غیر اسلامه، تا زن یه مرده خورده ما شیعه ها که خودمون حق میدونیم و حقم همینه، به اسلام اصلی اینه، شاید 400 میلیارد نشیم، 400 میلیون، در حالی که 8 میلیارد بشره. نشد دیگه، تا عالم نشده و دروغ میشه آیه، میگه لیوزهر او الدین کله حکوم، پس چرا نشد؟ سوره توبه هم همینه، سوره فتح هم همینه. به امام شیشون به کسی گفتش که آقا فرزندشون خبر امام زمان هایی میدادن، خود پیغمبرم خیلی خبر از حضرت مهدی داده، اینقدر پیغمبر از حضرت مهدی خبر داده که سنیا کتاب راجع به مهدی نوشتن، کتاب کتاب زیاد، اینقدر خبرها زیاده، هی گفته مهدی میاد چه میکنه. این آیه احمد آقای توکلی رفته بود
انگلستان درس میخوند، همین که دکتر شد دکتر همچی زرش جلس بود جمعه ها و مخریشون که رفت افتاد منزل آیمانی که حالا هنوز هم هست. این زنگ زد به من که این جا که درس میخونیم تو این کلاس ها سنی زیاده، شیعه هم هست البته، بنا شده با هم جلسه رو گرفتیم، بنا شده که من این هفته که به تولد امام زمان نیمه شعبان میخوره راجع به امام زمان صحبت کنم، شما اطلاعاتی اگه هم تلفنی بود که مثلا بگیم. بهش گفتم که 12 تاریخ نویس سنی اول قبول دارن تمام سنی ها مهدی رو، تا بگم که خانوم یا وقتی به بچه میزاده سویز رو مهدی بزرگ میشه دنیا رو پر از الله میکنه اونجوری، ولی اینم که از اولادای امام حسین قبول دارن، انقدر زیاد گفته شده که از اولادای من میخواه پیغمبر بگه اولاد من، بگه ببخشید یا رسول الله شما که اولاد نداری که، بگه خب بله ندارم، ابراهیم هم که بچه مرد، از اولاد دخترم حسن حسین، اصلا غیر از حسن حسین هم اولاد دیگه نداره، آدم نوه دیگه هم نداره که بگم، خب نوه هم نوه دختری اولاد من، چون آخه میفرماد از اولادای من هم از اولادای حسین، این هم قبول دارن هم میگن از اولادای حسین، اولاد حسین خیلی زیاده، خب الان هم خیلی زیاده. بعد گفتم 11 کتاب نویس نوشتن که سنی مهدی از اولادای امام حسن عسکری است، خیلی مهمه، تا اونجا رو رفتن جلو، یعنی امام حسن عسکری که بچه دار میشه مهدیش میمونه جهان رو پر از عدل و داد کنه، همین که الان این مرده که مدونه همین سعودی به بسخره گفته بوده اینا امامشون 1000 هم چند ساله، میگن یه نفر زنده است و اینا دروغ مسخره، میگم خودشون 11 تا کتاب نویس گفتن، گفت خودتون که آقا از اولادای امام حسن عسکریست، اصلا این تعقیبی که داشت بن العباس میکرد از امام علی نقام حسن عسکری که این نزاد بچه بگیرن، مال دنبال باور کرده بودن که نهمین فرزند حسین زمین رو پر از عدل و داد میکنه، بزرگترین ناعدل و بزرگترین ناداد زمین همین بن لازم بدونم. این بود که گفتن یه علی نقی کنیزی زنی چیزی یه گوشه موشه یه هایی بزن نفهمیم، بچه اونم یه پسری و یه پیداش بشه و زمین رو مثلا میبره دیگه از بین میبره. امام ششم فرمود چرا فرعون 90,000 بچه سر برید که موسی نیاد؟ چون باور کرده بود خوابی که دید و کاهنا گفتن که بنی اسرائیل اولادی میاد زندگی تو خلاص عبه میبره حکومت و حکومت هیچ، باور کرد. اون وقت گفت از کاهنا پرسید، گفتن در سال فرد به دنیا میاد، گفتش که هر اولادی میاد سال فرد بکشید، بچه کشتن برای حکومت ها، پول میخواد، بودجه میخواد، چی میخواد، چی میخواد، چون قساوت قلب میخواد، نمیرن مردم بکنن، خیلی بد پول بده، بدم هست براشون. الان مثلا میگن رئیس جمهور آمریکا، هم چی شده، چی شده، زن فلانی بزاد بچهش رو به سر بوده، سر بریده، خیلی کندش داره برای همه، کاری به دینم ندارن، آها بچه کوچولو به دنیا اومده، نکنه فلان اینا، براشون بده، برای خود تحمل کرده، چون گفتشون باور کرده بود. چون باور کرده بود بنی العباسی ها باور کرده بودن، اونقدر روایت زیاد بود که نهمین فرزند حسین کره زمین رو پر از عدل همیش مردن، زین العابدین اول، امام باقر دوم، امام صادق سوم، امام حسین جعفر چهارم، هشتم، پنجم، امام جواد ششم، دیگه خطر نزدیک میشه دیگه، امام علی نقی ایده تو مونده، این نقی هر زن منی دختری زن این کنیزی جای خواه کنیزم میگرفتن بچه دشوشی یه پسرش میشه، این میاد دمر میکنه، همه باور کردن قدر روایت روایت روایت. این بود که امام علی نقی رو مثلا شما فرض کن تو مدینه 200 مأمور زن و مرد و سلمونی و سپور و خیار فروش و همسایه و همه که علی نقی بزرگ شد، آخه امام علی نقی 8 سالگی امام شد، از وقتی که میتونه بچه دار بشه با کنیزی کاملا کنترل که این اولادش نیاد از ترس حکومتشون، آخرش دیدن که نمیشه، وقتی نکنه بالاخره مامورا نبینن، به زور امام علی نقی بشه دارن سامر را، حالا با تمهیدات و چه و فلان نمیشه
که وقتی که من همین امام حسن عسکری 4 سالش بود اومد، با اینکه بزرگترین فرزند بود 4 سال معلوم اگه بچه دیگه آقای من خود امام ولی نقی وقتی امام حسن عسکری زنش زایده 16 سالش بوده سنی نبوده دیگه اون 4 سال یعنی شما ببین 4 سال تو 16 سال بچه داشته مثلا ایشون الان 20 سال شد خیلی کنترل میکردم گفتم بابا بذار به پله خودم 4 چشمه نگاش کن زنش کنیزش اینا سامرا کجا بود؟ سامرا مخفف سر مرعا یعنی خوشحال میکند هر کس آن را ببیند یعنی شهر ساختن شهر نظامی بود خود بن العباس کنار دجله خیلی هم کاخت روز کردن سرانشون و اینا اینجا فقط سرلشکر و سرتیپ و سرباز و اینا تربیت میکردن نظامی بود میفرستن تمام بلاد اسلامی که بیش از نصف جهان اون زمان بوده اینجا ارتشی اومد ارتشی ها بعد روشون کار میکردن با صرف دوتا چی و خوب ارتشی هم درسته دارن تربیت میکنن ولی ارتشی بلخه زن داره بچه داره ناچار با شهر بسازن دیگه در میخواد خونه میخواد آهنگر میخواد نوبایی میخواد بلخه بلخه هم ارتشه ولی ارتشی محض بودش من سال 56 رفته بودم کربلا نجف رفتیم سامرا اون منزلی که توش خیابون منتا انداخته بودن یه برای خونه و اون برای خیابون بودی که اونور شه جناب ساق تنباکو رو تحریم کرد اونجا رفته بود حوزه درست کرده بود اون منزله انقدر بزرگه که هنوز خیابونه توش افتاده این برون برای ساختمون است اون وقت متوکل عباسی اون چیزی درست کرده بود با اسب میرفت بالا هنوز هر ساختمونش جوری شیب داده بود با اسب بره اون بالا تمام پادگان زیر نظر بود برج متوکل هنوز هم هستش حالا پای نظامی بود اصلا آوردن وسط پادگان منزل بهشون داد با اینکه خوبشون کنه سربازی هم اصلا شما چرا میبود عسکری چرا ما فامیل همون هم عسکری ده از همون عسکری گرفتش یک گربه اگه میخواست بره اونجا 16 جا بررسی میکردن این گربه ها کجا مانه کارش نامه ای همه جاشو بگردیم تو ما تحتشم بگردیم وقت چیزی نبرند کنترل کنترل که یه وقت این بچه بیداش نشه یه وقت کسی زنی به قیافه مرد نیاد این تو مثلا یه اون ازدواج کنه بعدم برو بزاده اون بچه پیداش خب اونا زرنگ بودن اونا زرنگ بودن کنترل که این بچه از بچه میدرس اون بچه نومی مطلبی بود اون وقت شما میبینید که مادر امام زمان تو این تاریخ ها که میخونید کنیزی رو خریدند آوردند حالا بعد بخونید اینا پلوی امه مثلا جب بزرگ حامل شده بود اصلا خود خانم نمیدونست من حاملم خود زنه که باید بچه بذار چرا؟ میگن روزی 5 بار بیرو درفاسی من حامل ها قابله های بن العباس در میزدن تو این اولاد های امام علی نقی میرفتن تو بر زن ها حامل هستن که اگر آثار هم ببینن بپندش که ربطی به امام علی نقی داره این اگه پسره بکشندش بین برام اینجور مثلا کنترل که این خانم اصلا حامل شد نفهمید و حمل هم نفهمید حتی اون روز که سحر امام زمان زاید خودش نمیدونست حامل است خب بخونه تاریخ ها رو و که یه زاید بچه رو اینقدر مخفیانه چون میکشتن دیگه چی اون تو مادر موسا ترسید نگه داره بچه رو خودم بهش این خفته اگه میترسیم انتظر دریا تو ما حفظش کنیم نه خانواده ما مثلا عسکری نمیترسیم ولی خب بچه خیلی سخت بود نگاه با هم کنترل میکردن دار اینکه خبر شما از امام زمان میشنوی تو بچگی این مال دوستای خصوصی میگم که باور کنید آه یعنی شما کیو چقدر خصوصی میدونید که اگه تیکه تیکش کنند یه چی نمیگه به اونا نشون میدادن خب لو میرفت میرفتن تمام محله رو با پودر میکردن بد بودن دیگه آره هر که باد کشته بشه من بچه نیادش یه همچین موقعیت مثل چجوری میشه اینجور زندگی کرد اصلا چیزه اینجور شرایط میشه زندگی یه همچی سختی هایی میگذشته ها حالا این همه رو گفتم برای این خب خدا خواسته امام زمان باشه من جدن حالا من شخصیستی خودتون میدونید من خیلی قصه میخورم خب باشه
آخه امام زمان بنده خدا ما رمضان بعد روز بگیر شبا کنه نرم شب اینا تر نمیشه روزهای مستحبی هم که میشه عبادت هم که میشه خوش نمیگذره عبادت و اونجور بندگی اینا خوش نمیگذره حالا پدرش همه پدر همه امام زمان بیش 8 سالگی رفت دیگه تموم شد رفت تو حوری ها و رفت اون طرف سخت زندگی کردن زندگی متدینه که اونم توزه همش عبادت و بندگی و سختی و کاری نداریم برای اونا شیرینه فلان اینا هرچی اما هی ما رمضان روزه بگیرم حالا کاش همین بودش اگر شما امام زمان تو کوچه ببینیم با یه آقای روبرو میشی که آثار کدورت تو صورتش ناراحته که رنجوره نشیم در قصه میخوره این رسیدا خب بله قصه میخوره اون گناهگناه ها رو میبینه این حجاج ها رو میبینه خوشحالی نداره شما چهار تا بچه داشته باشی ببینه اون داره لواط میکنه اون داره دزدی میکنه اون خوره ناراحتی و اعمال رو میبینن ناراحتن این اعمال هم که اعمالی نیست که همچه خوش ناراحت هم خواهشون ملکم و رسوله و المومن شما یکی دو تا مطلب منفی از اطرافیانت میبینه خوابت نمیبینه از ناراحتی اون همه رو داره میبینه امام زمانی خیلی چه خوش نمیذارم شده بعدم عبادت هم هست زحمت هم هست همه چه هم هست شما پله هر امامی بودی عبادتشو میدید دلت میسوخت که خیلی به اینا بد میگذره کاش زودتر میبردم میرفتم تمام شد اینجوری آقا شما همشه خیلی با دل خوش نگاه نکن الان خضر پیغمبرم زنده است برای اونم دلم میسوزه بیچاره بعد روزه بگیره نماز بخونه نماز حالا دعای خودشم دعای کمل مال خضر دعا رو دعاشو هر روز میخونه هفته یه بار میخونه چه هم دویم برای آفت دعاشو معمولا زیاد میخونه من خب در عبادت میکنن بنده یه میکنن سخت میگذره حالا برای خدا تحمل میکنه امام هفتم تو بهشت هفتم مقام بهشت امام زمان 6 نفر از اون مقامشون بالاتر 6 تا رو هم میدونم اولش که محمد صلی الله علیه و آله دومیش علیه سومی فاطمه چهارمی حسن پنجمی حسین یه نفر دیگه مونده اونم میدونم زین العابدین این دیگه از بقیه امام ها بالاتره تو بهشت بله یه وقتی صحبت امام زمان شد پلوی امام ششم اینا تواضع سر جاش تواضع اینا دروغ هم نباید بگن چون دینه فرمود اگر اون آقا رو من درک کردم چون غلامی در خدمتشم غلام حلقه بکشم یعنی خودش انقدر مقابل امام زمان امام ششم کم میدید چون غلامی چوخی نمی کنن تا این اعتراف مقامش بالا داره امام هشتم هر وقت اسم امام اعظمون پاک میشد به تمام مقادر سه بار تعظیم میکرد رو به قبله یعنی من در خدمتم من نوکرم چاک لاساسی نه شوخی دو مقامش بالاتره حالا مقام بالاتر ما رو علم و چون زحمت بابا زحمت هدا حالا تازه ایشون ظهور کنن مثلا هم ظهور کنن اول چلو که او خوردن اول بیچاره کنن یه وقتی امام ششم فرمود دو سال اول که امام زمان ظهور کرده انقدر سخت میگذره به خود امام زمان و 313 تا که همراشن سختی فیزیکی حالا اون معنی بشه چقدر غذاها رو اسبا خوردن رو اسب رو اول تو ماشین بگوان هرش چقدر به سختی دنیا رو دارن درست میکنن دنیا درست کن شما یه بچت میخواد درست کنی 20 سال کشتت درست نشده درست جدیه نه که شوخی سخته خیلی تو این دو سال اینا زحمت میکشن تا استقرار میگیره تمام زمین رو دیگه تصرف میکنن خیلی کار میکنن خیلی اون وقت من یه وقت کاغذاشو چاپم کردم یه روایتی بود خدا رحمتش کنه آقای بندستاری تو روزنامهش نوشته بود بودم ما تمام راحت تر بودش دارم خونه اگه باز چاپشو اینا دیدم اینجور به نظرمه که 37 تا شرط کردن امام زمان برای 313 تا میگن به همه که من خودم هم از همه بیشتر اجرا میکنم این تمام این بنده رو اجرا میکنم اینجوری شروع میکنیم خیلی بود به همه نگاه میکردم حالا تو ذهن خودم دیدم نوشتن که شب حق ندارن سر رو متکا بزنن که خواستن بخوام بس سنگ رو سنگ بزنن خورده این دستون دست کردیم گفتیم بالاخره یه جوری میشه دیگه آدم خستگی
میدونی چرا؟ ما حواسمون نیست. آدمی که میخواد کار کنه خستگی براش زهره. بودو برو کار کن، خواب چیشیه پاشو. پیغمبرم از هر قاره هر، شما یه دفعه از مکه تا قاره هر آبورو که پیغمبر وحیش اومده، حالا پیغمبر شده چی شده چی شده، گفت جبرئیل همچه فشارم داد که از استخوان‌ها بشکنه. حالا این همه رارم اومده، راه پیاده خون ماشین که نبود که، یه دوچرخه پلا. حالا اون حالت وحی چه و چه که خدیجه دید رنگ پریده جوری گفت وحی به من اومده، تمام بدنم خورده وحی که می اومد اینجوری، اومد تو خونه دراز بکشه که یا ایها المزمل قم، باشه بابا خواب کدومه، فانذر کارتو شروع کن، و ربک فکبر، پرید الله اکبر بلند گفت، دستور آمد که میگن تمام مخلوقات باشه الله اکبر گفت، خوابی بند خدا در کفشن گرفتاری صبح شب کار دارن، خب برسم. نوشتن که هیچ نباید شب که غذا میخوره چیزی، هیچ ذخیره برای فردا این 313 نباید داشته باشه. الان شما برو تو همه حکومت خود یا هر حکومت تا طول تاریخ، بشر اینجوریه، دو شب که همچین بهش خوش گذشت عادت میکنه، سومی دیگه مثل که یادش میره، هی خونه چیزی نه، باید غذا میخوره صبح گشنه باشه، چی نداشته باشه، حالا خدا رسون رسون، هیچ پسندازی پول نه، نه حلالتا نکنه، نباید داشته باشه. بچه 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 ایناش که حالا خواهی یادمه یادم بیاد چیم، بابا اینجوری دنیا رو اصلاح میکنه، دنیا اصلاح همینجور رو شوخی که نمیشه، اینجور میشه که پاشا ها کار میکنند واقعا. خب جبرئیل دو تا حکم آورد، گفت یا محمد جز دین توست، ولی فقط به علی بگو، علی هم بگو، به حسن بگه همطور، تا امام حسن عسکری، اونم به مهدی بگه. وقتی هم دنیا را همه را گرفت، 6 سال بعد این دو تا حکم به اجرا بذار، دیگه اجرا تا قیامت بذار، 6 سال بعد چیه؟ این دو احکام تو نیست. حالا کسی 20 سالش بشه مسئله شهری که لیا نیاز داره، مسئله شهری فقط وضوع غسل نگاه نکنه، هر کسی شغلش مسائل داره، بله مسائل شهری که نیاز داره نمیدونه، در جا گردنشو بزن، یاد میگیرم غلط کرده نه بکشش، این نباید دیگه باشه. بابا دعا کنید که نه امام زمان اگه 6 سال بودش بعد بلد میشن، به مسئله زیاد داریم، خب شوخی نه اونجوری میشه. و هر کس وجوب مالی چیز مالی باید بده، زکات خمس اینا که گردن شد، همون لحظه که ندار لحظه بعد بکش، قسم میگوان غلط کردم یا عبب دا، اینجوریه که دنیا اصلاح میشه. یه وقت آقای خمینی فرموده بود بازار شیراز اگه فقط اینا خمس میشه نمیدن. من یه وقت میگفتم خیابون شمرون در سمت راست خیابون نگاه کنید، از پیچ شمرون تا تجریش، همه مغازه‌های نبش اگه درست مثل رساله خمس بدن فقر برداشته میشه، نمیدن. ده هزار تا یکی ها اونم قسط بندی ها نمیشه، احکام هست، احکام اجرا نمیشه. نه اون کسی نده به علم غیب هم عمل میکنه، آقا به علم غیب میدونه مثلا فلان ثانیه این وقتش تموم میشه، خمس هم نمیده به علم غیب، همه در خونه گردن رو میزنه و میره. یه همچین دیله، یه دعا نکنیم اون زمان بیاد چی چیره بیاد. خب من تموم شد سخنرانی، ولی این همچین خوشمزه است، گوش کنیم. خونسار الان عوض میشه، ساخته مانه دن خونه میسازنده، نه این تعریف مال 40 سال پیشه. تو خیابان که میرفتیم یه مسجدی بود، این نفش مسجد بزرگم بود، در چیزی داشت تو خیابون، این وره خیابون ساختمون پشتش اونوری بود، خونسار میرید حالا ببینید پستی و بلند و مثلا کوهستانی این هست، ساخت این مال کلونتری جاندارمری چی بود، اون مثلا درش از اونور بودش، یه اتاق بود اونجا، اتاق پنجره داشت، پنجره باز میکرد نبتی توی اونا موجود کنم میورد، از هم شریای ما دو نفر دعواشون شده بود، یکیش خیلی آدم شری بود، حالا اونجا نگشتش بودن که بعد ببینن مسجد جشن امام زمان گرفته، این شوخی نیست جوکا بود، گرفته بلنگوام روشن بود و داشتن مهدی بیا مهدی رو میخوندن، این همشهر امام اونجا زندان کرده بودن، کسی تو اتاقه نبود، صندلی میذاره اون پنجره رو باز میکنه اونتا میاد، این فصل فاصله رو سینت فاصله حالا خیابونم تیه کنه، اونا میگفتن مهدی بیا، میگه آقا نه یا میگیرن مثل من زندان.
درجه آخرش رفتم در ژاندارمری که آقا اینو چیز کنی در تو نه یا آقا نه یا خود من بلند خودش زیاد میدونه طرف میگیرن مثل من اینجا